سو استفاده جنسی و دیگر بهره‌گیری های فیزیکی و روانی از پسران خردسال به مقاصد خوشگذرانی مردان که در جامعه یابانی بان بچه‌بازی میگویند، متاسفانه که سایه آن حتی در قرن 21 هم شخصیت اجتماعی بسیاری اطفال و نوجوانان افغان را تعقیب میکند. بچه‌بازی پدیده است که در آن به پسران خردسال و نوجوان لباس زنانه پوشانده می شود و گاهی هم آنها را با آرایش زنانه و بستن زنگ به پاهایشان در مجالس مردانه که به اسم محافل بچه‌بازی یاد می شود و یا در مراسم عروسی می رقصانند. اصغر یکی از قربانیان همین پدیده است. چند ماه محدود از رهایی و نجات این پسر نوجوان از چند افراد می گذارد که از وی به هدف خوشگذرانی و هوسرانی با عنوان بچه در محافل شخصی و گاهی هم برای فرونشاندن غرایز جنسیشان استفاده می کردند. بعد از خانه فرار کردم که دیگه به جای دیگه سر خوردم. نامه رو بزور گرفتن در موتر بالا کردن بردن شکر دارن. باز بزور سرمه بوزی هم نکردن. من رو بردن دست قریه بیزاتی نام داردن. امروی من فعل لغات هم انجام دادن. بیشتر اطفال بین سنین 12 تا 18 سال که از لحاظ ظاهری زیبا به نظر برسند مورد این نوع سوء استفاده قرار می گیرند و آنان برای رقصیدن، مساژ دادن و در بسیاری حالات هم به هدف سوء استفاده جنسی فرد یا گروه توسط بچه‌بازان نگهداری می شوند. اما آیا کیها در عقب ظهور این چنین یک شخصیت متفاوت اجتماعی دست دارند؟ برای دریافت پاسخ این پرسش به دفتر کار سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رفت و از او پرسیدم که یافته های آنان در این خصوص نشان دهنده چیست. یکی از عواملش متاسفانه فقر است که اطفال خورده میکشونه. یعنی اطفال خورده به بهانه از اینکه بیا بیت میخونی یا بیا رقص میکنی، باز بعدن او رقص و بیت خواندن از او منجر میشه به بسیار گپای دیگه. در افغانستان استیلای بچه باز یا بچه بیدیش برای بسیاری مردم واژه های آشنایند که در برخی حالات در مکالمات روزمره و حتی در اشعار شماره از آهنگ هایی که توسط هنرمندان محلی سروده می شوند کاربرد دارد. اما نوجوانان هم هستند که در اکثر اوقات بر رضایت خود تن به این کار می دهند و یا با وجود آن که خانواده هایشان نیز از این عملشان اطلاع می داشته باشند به این سمت گرایش پیدا می کنند. نوید که بیشتر به نام مستعار خوشبو در میان علاقمندان شهرت دارد، یک تن از همین نوجوانان است که او را کس مجبور به رقاصی در محافل نکرده است. دستان این نوجوان به جای گرفتن قلم بیشتر با بستن زنگ به پاهایش آشناست و این که چگونه خود را برای جلب توجه مردان بیاراید. به خاطر قومندان پولدار نیست، هر کس ذوق داشت به کار میکرد تا وقتی که بچه را خوش داشته باشه کسیش کار نمیکرد. حالا رواج در کابل کل مردم خوش داره، تو ما جایی نرفتیم که والا مرا کدوم مولای مسجد برده باشه. امیر جایی گرفتی کل مردم مرسه ایلک است که بعد میبود میخیست میرفت از اون بفر میبود مرقص نمیبین. افغانستان کل رقص بچه را خوش. در نقاط مختلف شهر کابل نیز جاهای مخصوص وجود دارند که بچه های رقاص از آن طریق با مشتریانشان ارتباط قائم میکنند. $100 میگیری؟ $500 میگیرم. اما آیا واقعا تمام افغانها بچه بازی را میپسندند و طرفدار ترویج این پدیده در اجتماعند؟ وقتی که کسی که پولدار شد، یک تعدادش پول خود درای خدا مصرف میکنه، یک تعدادش درای بچه بازی مصرف میکنه. بچه‌کای نظر که دید میگه بیا بچه چی میکنی پشت ازی چبلغ فروشی و پلاستیک فروشی، بیا این صدر برای بگی که تمام برو صبح 200 روز دیگر و 300 دیگر روز مجبور میشه که به هر کاری بخواهم اکتوامت برش میکنه. وقت بچه ها را میآوردن بردر در مجلس زنگا را بسته میکردن میرخصاندن. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1393 تحقیق ملی را تحت نام عوامل و پیامدهای رسم زشت بچه بازی در افغانستان به نشر رساند. در این گزارش از حکومت تقاضا شد که باید
به تمام ارگان‌های عدلی و قضایی و ادارات پلیس هدایت دهد تا جلوه پدیده بچه بازی را از طریق بازداشت و پیگرد عدلی مرتکبان این عمل بگیرد و در این خصوص اقدام قانونی کنند. اما قربانیان بچه بازی ادعا می کنند که بسیاری از افراد پلیس در بیشتر محافل عروسی و شخصی خود حضور دارند و حتی از آنان توقعات نامشروع نیز می کنند. هدفی که داشتیم رسیدیم به او جرم شناسی بچه بازی است، که چون بچه بازی رو به عنوان یک عمل مردم قبول کرده با حساسیت های لازم علیش نداشتن، بعد از این گزارش با حداقل حال مردم اگر تلاش میکنن بچه بازی بکنن به اون صورتی که باید علنی حداقل در جایی که حکومت حاکم است نمیکنه. چند قبل رئیس جمهور اشرف غنی نیز دستور داد تا کمیته به هدف نظارت و ایجاد میکانیزم نظارتی برای پیشگیری و تعقیب قضایی عاملان استفاده جنسی از کودکان تشکیل شود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اخیراً نیویورک تایمز در یک گزارش از وجود بچه بازی و سوء استفاده جنسی از کودکان در میانه پلیس محلی افغانستان خبر داده بود. مسئولان وزارت داخله افغانستان با وجود تماس‌های مکرر رادیو آزادی در این زمینه حاضر به ارائه پاسخ نشدند. روانشناسان میگویند اطفال و جوانانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گیرند در آینده با مشکلات چون گوشه‌گیری و بدگمانی نسبت به بزرگسالان، تمایل به خودکشی، عدم برقراری روابط با دیگران، داشتن علاقمندی های غیر معمول و پرخاشگری روبرو خواهند شد و وادار کردن سایر کودکان به کارهای غیر اخلاقی پیامد ناگوار دیگرین پدیده بوده میتواند. این در حال است که شورای علمای کابل نیز عمل بچه بازی را به شدت محکوم کرده و میگوید که از دیدگاه شریعت اسلامی این عمل گناهی کبیره محسوب می شود و خانواده ها باید در کنار مراقبت جدی از فرزندانشان آنان را در پرتو تعلیم اسلامی بزرگ نمایند. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل. چاک چاک دیگر مگر نزد رمان گری